امروز قصد دارم یک موشن تریکینگ ساده رو تو نرم افزار افتر افکت آموزش بدم. با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. من نیما شاعری هستم و با یه آموزش دیگه از سری آموزش‌های نرم افزار افتر افکت در خدمتتونم. اگه کانال رو سابسکرایب نکردید، همین الان این کارو انجام بدید. و اگه آموزش خاصی مد نظرتون هست، توی قسمت کامنت‌ها برام بنویسید که حتما براتون آماده کنم. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب اول از همه ببینیم که ما چیکار کرده بودیم. من اینجا یه ویدیو فوتیج داشتم و یه لایه تکست. میام ویدیو اصلیم رو وارد یه نیو کامپوزیشن میکنم. حالا طول پلانم رو کوتاه میکنم که بتونم سریعتر این عملیات تریکینگ رو انجام بدم. شما هم با هر طول پلانی بخواید میتونید این کار رو انجام بدید. ابتدا و انتهای پلان من میشه این. خب حالا تو قسمت خالی تایملاین کلیک راست میکنم، نیو و یک نول ابجکت میسازم. روی لایه ویدیو اصلیم کلیک میکنم. از پنجره تریکر، اگر پنجره تریکر رو ندارید میتونید از منوی ویندو این پنجره رو اضافه کنید. وارد پنجره تریکر میشم. اینجا متدهای مختلفی برای تریک کردن وجود داره، ولی من توی این ویدیو میخوام از متد تریک موشن استفاده کنم. پس روی تریک موشن کلیک میکنم. یه نقطه شاخص رو توی پلانم انتخاب میکنم که توی کل پلان از ابتدا تا انتها وجود داشته باشه. مثلا گوشه این ستون. به این شکل محدودش هم یه مقدار بزرگتر میکنم که دقت تریک بالاتر بره. هر چقدر محدوده رو بزرگتر کنید یه مقدار طولانی تر میشه، اما دقتش میره بالاتر. یه ستون دیگر هم انتخاب میکنم، چون پلان من اسکیل داره و داره تریک بک میشه، باید نقطه دوم هم برای تریکرم تعیین کنم. میام از منوی تریکر گزینه اسکیل رو هم فعال میکنم که یه نقطه دوم به هم بده. به این صورت این نقطه دومو میارم میذارم روی گوشه یک ستون دیگه و ابعادش رو باز بزرگ میکنم. حالا همه چیز اوکیه. آنالیز فوروارد رو میزنم. ممکنه یه مقدار زمان ببره، بسته به سیستم شما، بسته به کامپیوتر شما ممکنه یه مقدار زمان ببره. خب این تموم شد. حالا ادیت تارگت. مطمئن میشم که لایه نولی که ساختم رو انتخاب کرده باشه. انتخابش میکنم، اوکی و اپلای. اینجا از من میپرسه که فقط محور X باشه یا Y یا محور X و Y با هم. من جفتشو میخوام، پس اوکی رو میزنم. خب میبینیم که مختصاتی که توی حرکت دوربین من بوده به لایه نول ابجکت منم داده شده. و اگه دقت کنید نشونه اون نول ابجکت پایین ستون تو کل پلان میمونه. حالا برای اینکه یک متن اضافه کنم داخل پلانم، میام تو قسمت خالی تایملاین کلیک راست میکنم، نیو و تکست. نوشته خودتون رو مینویسین. نوشته رو که تایپ کردین اونو توی محل مورد نظرتون قرار میدید. بعد از قسمت پرنت اند لینک میایید اون لایه رو با نول ابجکتتون پرنت میکنید. حالا یا اون علامت پرنت رو میکشید با درگ کردن روی لایه نول ابجکت میذارید، یا یه در قسمت پرنت اند لینک فقط اون نول ابجکت رو انتخاب میکنید. به همین سادگی ببینیم که لایه تکس ما سر جاش میمونه و از حرکت دوربین تبعیت میکنه. حالا من اومده بودم توی ویدیوی خودم یه فوتیج آقایی رو آورده بودم که با تلفن صحبت میکرد. میتونم اینم اضافه کنم یا هر فوتیج دیگه که میخواید. قسمت مورد نظرش رو انتخاب میکنید. بعد بکراندش رو پاک کنیم. اگر روش پاک کردن پرده سبز رو بلد نیستید، میتونید ویدیو آموزشی حذف پرده سبز رو ببینید که قبلا توی ادیت باکس گذاشتیم. از منوی افکت، قسمت کینگ، کی لایت. حالا میام قطره چکونو از اسکرین کالر برمیدارم و روی سبز کلیک میکنم، بکراند پاک میشه. یه مقدار باید اندازش رو تغییر بدم چون فکر کنم خیلی بزرگه، مثلا 87 خوبه. بعد از اینکه فوتیج رو توی جای مورد نظرم قرار دادم، میام اونو با لایه نول ابجکتم پرنت میکنم. به این صورت. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. برای ویدیوهای بیشتر حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید.